انتقاد و نگرانی مردم از افزایش جرایم جنایی در کشور به ویژه شهر کابل. در این ویدیو دیده می شود که دزدان مسلح موتر سایکل سوار در نقطه مزدحم از شهر کابل یک موتر را متوقف ساخته، چیزی را از داخل موتر بر می دارند و در برابر چشم مردم بدون هیچ حراسی فرار می کنند. در این ویدیو دیگر دو فرد مسلح می آیند و اصلی نظامی پوش را می گیرند و می روند. گفته می شود که این رویداد مربوط به ولایت بلخ است. مردم به شدت عملکرد پلیس را در برابر جلوگیری از جرمهای جنایی مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند که پلیس بی تفاوت است. مکمل دلیورا چند تا کشته شده، دوزا سرقت کردن موترش، خودش کشته و موترش برده. در این وقتا از طرف روز و شب جرمهای جنایی بسیار زیاد شده و خصوصا از طرف شب، وقتی ما موتروانا در حال دلیوری هستیم و دوزا استاد میکنند. آنان طرح امنیتی به نام میثاق امنیتی را که از هفته ها پیش از سوی وزارت امور داخله عملی شده است را غیر مؤثر و صرف در حد حرف میدانند و میگویند که باید پلیس خود را تکان بدهد. دوز در پیش ما میگیم بیاین که ما دوز را گرفتیم، میگه این آمد مقصد پلیس خیلی کوتاهی میکنه در یارسا. آگاهان نظامی نیز تاکید دارند که به جای طرحهای غیر عملی امنیتی، وزارت داخله باید پلیس را مجبور به برخورد قاطع در برابر مجرمین کند. برنامه میثاق امنیتی وزارت داخله از جزء برنامه های خیالی است. باید وزارت داخله از این بگذره، در پی برنامه هایی باشه که جنبه اجرایی، جنبه عملی داشته باشه. اما پاسخ وزارت داخله به این انتقادها چیست؟ قمندانی قوات های مشترک شامل پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی در کابل طی هفته های اخیر 60 باند گروپ را یا از بین بردن و یا هم دستگیر کردن و در این حال یک شبکه کلان از ماین‌گذارا را هم دستگیر کردیم. نگرانی مردم از افزایش جرم‌های جنایی در شهرها به ویژه کابل به اندازه شده است که به گفته آنان جرأت نمی‌کنند تا به دل آرام چی در شب و یا هم روز در شهر گشت و گذار کنند.